گروهی با هم تصمیم نمیگن فیلم بد بسازن، بگن بیاین با هم جمع شیم فیلم خیلی پرت و پلا بسازیم. همه تصمیمشون این است که فیلم خوب بسازن. چیزی که باعث میشه که فیلم خوب بشه یا نشه مثلا انتخاب هایی است که این وسط انجام میشه در پیشنهادها، ادبیات ابسورد و عجیب غریب هم که بعد فراهم داریم مرز نداره دیگه، برای هی دارن با هم رقابت میکنن که هی عجیب غریب تر حرف بزنن و هی برای خرق عادت بیشتر بکنن. یکی از کارهایی که آقای میرکریمی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر گویا جزء اصول مدیریتیشون هست به کار گرفتن سینماگران آشنا برای بخش‌های مختلف مدیریت و برنامه‌ریزی جشنواره فجر هست. بازیگر ناماشنا همکله عزیز من آقای حبیب رضایی هم علاوه بر این که نقشی در برگزاری جشنواره دارن، دو تا فیلم هم امسال در جشنواره دارن، یکی فیلم بی اس سی موزه‌ای در بخش مسابقه سینمای آسیا و یکی هم فیلم سرخپوست در بازار فیلم، که البته فیلمی که در جشنواره ملی فجر خیلی مورد توجه قرار گرفت و تحسین شد. حالا اول اینو من سوال کنم از شما که کاری که شما توی اجرای جشنواره میکنید چی هست آقای رضایی؟ والا خیلی شرح وظایف خیلی مشخص و مدونی نیست، ولی چون سینمای فلسطین در اصل مربوط به اعضای باشگاه جشنواره بین‌المللی هست بوده. باشگاه یعنی تماشاگران عادی؟ تماشاگران عادی که در طول سال عضویت دارن در باشگاه و کارت عضویت گرفتن و خب از یک سری محسناتی استفاده میکنن. در طول جشنواره هم یک سینمایی براشون اختصاص داده شده که بتونن راحت‌تر فیلمای شاخص جشنواره اونجا ببینن و مثلا تمام در اصل پریمیر یا نمایش افتتاحیه فیلم‌های ایرانی در فلسطین اول انجام میشه و همچنین سه کارگاه آموزشی اونجا هست و همچنین فیلم‌های شاخص بخش‌های بین‌الملل و مستند هم اونجا در سه تا سالنش نمایش داده میشه برای اعضای باشگاه. من اونجا در کنار جناب شادمهر راسین سعی می‌کنیم که اینا رو مدیریت کنیم و هندل کنیم. حالا واقعا باشگاه در طول سال فعالیتی داره باشگاه جشنواره؟ والا اعضایی که از واسه فعالیت اعضاشه، اعضایی که فعال باشن بله برها تخفیف دارن از بلیط‌های جشنواره بخوان استفاده، بلیط‌های سینما در طول سال بتوان استفاده بکنن، از رویدادهای مختلفی بخوان استفاده کنن بله میتونن. یک یعنی خود جشنواره جهانی فجر آیا در طول سال نمایش فیلم می‌داره، برنامه‌ای داره؟ نه فعلا نداره. چون یکی از نقش‌هایی که قرار بود جشنواره جهانی فجر داشته باشه هموار کردن راه نمایش مداوم فیلم خارجی در طول ساله. شما جشنواره جهانی داریم برگزار می‌کنیم ولی در طول سال هیچ فیلم خارجی اکران نمیشه. بله اینقدر آخه فیلم‌های خود ایرانی در پشت ترافیکش میمونن و موندن که به نظر میاد که اتفاق اینکه بشه جایی در جای خالی پیدا کرد برای تک و توک. یه سری اتفاقاتی پارسال افتاد در خب طبیعتا همونجوری می‌فرمایید جریان ساز نیست و به عنوان یک جریان مستمر نیست هنوز. بله و انتخاب شما و سایر سینماگرا برای بخش‌های مختلف جشنواره به نظر میاد خیلی تأثیر داشته توی ارتباط جشنواره با نهادهای بیرون از جشنواره که کارها سریعتر انجام بشه. احتمالاً بله احتمالاً اتفاق افتاده و با مردم هم به هر حال یک ذره شاید ارتباط سخت‌تر انجام میشه و براشون جذاب‌تر میتونه باشه. به هر حال این شما به نوعی تو سینما نقش آچار فرانسه هم تو فیلم‌های مختلف داشتین و غیر از بازیگری که بیشتر به این با این سمت تو شناخته میشین بازیگردانی کردین، مشاوره های مختلف میدین به سینماگرا و توی این فیلم بی اس سی موزه‌ای هم گویا همچین نقشی فراتر از فقط اجرای یک نقش داشتیم. این اولین فیلمی است که تهیه کننده شدم در این فیلم. بله یه مدتی البته اینم اضافه شد به کارهایی که بله اینم اضافه شد. البته خب چند تا فیلم های دیگه بود که بدون اینکه همچین عنوانی داشته باشم کمک کردم در بحث روند تولیدیش و یه چند سالی بود برای خودم این مسئله بود که بتونم اگر امکان وجود داشته باشه برای فیلمسازای جوان در اصل واقعا برای فیلمسازای پیشکسوت خب طبیعتا اونها برای خودشون روند خودشون دارن، فیلمسازای جوانی که ممکنه شرایط مناسبی نشه یعنی خودشون نتونن برای خودشون فراهم بکنن، من اگه میتونم کمکی بکنم که حالا اگر به عنوان تهیه کننده بتونم یک شرایط فراهم کنم که فیلمشون راحت‌تر بسازن و بتونن که در شرایط بهتر فیلم بسازن. هدفم اینه. حالا ببینم این فعلا اولین فیلمی بوده که
کار کردن و حالا به عنوان تایید کننده شما قبلا که فعالیتی در زمینه تولید مجری‌تر بودم در مجری‌تر چه فیلمی؟ فیلم آقای عبدالوهاب و فیلم آقای صباغ‌زاده چی بود اسم فیلم عبدالوهاب؟ فیلم آقای عبدالوهاب این فیلمی که هنوز اکران نشده جدیدش بله بله هنوز اکران نشده و فیلم آقای صباغ‌زاده خانه کاغذی اینا مجری‌تر بودم و مثلا در فیلم قصه های خانم بنی اعتماد هم بدونی که البته حالا عنوانی داشت باشم اونجا به هر خیلی گروه پارتیزانی در اون فیلم بود اونجا یک بخشی از بخش‌های تولیدی رو سعی کردم انجام بدم و... شما میتونید در یوتیوب با زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید و برنامه‌های متنوع دیدار رو تماشا کنید. مصاحبه‌های متفاوت و اختصاصی با هنرمندان، بازیگران مطرح و بازیگران جوان و مستعد. کارنامه سحر دولتشاهی پر از نقش‌های کوچک و بزرگی که تحت هدایت کارگردان بررسی کارنامه هنرمندان و مرور فیلم‌های مهم ایران و جهان و ویدیوهای بیشتر در یوتیوب ما. یادتون نره برای حمایت از ما کافیه صفحه دید آرت رو سابسکرایب کنید و با زدن دکمه زنگوله از تازه‌های ما با خبر بشید. ممنونیم از شما. خب تهیه کنندگی یکی از سمت‌های سینمایی که به نظر میاد که خیلی دیر شما برین سراغش. الان اینو با اشتیاق رفتین سراغش یا اینکه ناچار شدین در یک موقعیتی قرار گرفتین؟ خودم نه، اشتیاق به معنی که به معنی واقعی کلمش خیلی منتظر باشم و ولع براش داشته باشم نه، ولی جزء برنامه‌ریزیم بوده که همیشه بخوام این رو این سمت رو داشته باشم و این در از حلقه آغازین یک تولید فیلم باشم، این برام مسئله بوده. در مورد این فیلم واقعا برنامه‌ریزی براش نداشتم. در آقای محکام یک سال و نیم پیش اومدن با من صحبت کردن، این فیلم‌ها رو من دادن که بازی کنم نقش اصلی رو دوش. و منم پذیرفتم، به من گفتن اگر میشه کمک کن که در انتخاب بازیگرها بتونم من انتخاب‌های خوبی داشته باشم و کار خوبی بتونم انجام بدیم. اون رو هم ما همون لحظه بدون اینکه اصلا بحث تهیه کنندگی اینا باشه، کاستینگ ما همونجا انجام دادیم در یک سال و نیم پیش با همین بازیگرایی که الان وجود دارن، یعنی با پارسا پیروزفر، با آقای مجونی، با خانم کوسری صحبت کردیم. بعد دیگه از طریق خانم کوسری آقای رنجکشان به عنوان سرمایه‌گذار به ما معرفی شدند که آقای محکام رفتیم باهاشون صحبت کردیم. قرار بود دوستان دیگری بحث تهیه کنندگی رو انجام بدن، ما هم داشتیم کارهای تمرینی خودمون انجام میدادیم. از یه جای به بعد دیگه قرار شد که اینجوری شد، گفتن اگر که تو تهیه کننده این فیلم باشی ما میتونیم با کارت تهیه کنندگی داشتی شما؟ گرفتم دیگه به واسه هم بعد. برای همین فیلم گرفتیم قبلا نداشت. آخه نمیشه، شما باید با درخواست پروانه پروانه ساخت درخواست کارت تهیه کنندگی هم بگیرید، یعنی مجزا نمیشه. با بهانه این پروانه ساخت برای کارت تهیه کنندگی هم گرفتم. بعد شما یه خلق و خو روحیه و طنزی توی رفتار و گفتارتون هست که خیلی انگ این فیلمه، یعنی به نظر میاد که خیلی بیش از یه بازیگر تأثیر گذاشتین، گرچه گویا این فیلمنامه رو خب آقای محکام از قبل داشته ولی به همون دلیل یعنی اومده سراغ شما و خیلی فیلم متفاوتی نسبت به دو فیلم قبلی آقای محکام. این لحن ابسورد، گروتسک یا حالا عنوان‌های دیگه‌ای که بهش داد خیلی خوب در اومده، به خصوص با حضور شما. در حالی خب این توی خود توی متن وجود داشته. در مورد اینکه نقش خودتون توی ایجاد این فضا میتونید صحبت کنید؟ خیلی ممنون از اینکه خب می‌فرمایید. این تعریف از جانب شما برای من خیلی عزیز و محترمه. برای خیلی در اینجور چیزها من نمیتونم مرز بندی کنم بگم تا اینجاش مثلا بوده بعد اینجا اضافه شده. به هر حال پروسه تولید که اتفاق میفته و مخصوصا تمرین با بازیگرها، توش انواع اقسام پیشنهادها میاد، انواع اقسام تغییرات میاد و خب آقای محکام یکی از حسنهای بسیار بزرگی داشتن، علاوه بر چندین و چند حسن دارن که یکی از مهمترینش اینکه بسیار بسیار موجود شریف و انسان واقعا وارسته است و هیچ گونه حب و بغضی در کار نداره و برای کار همه چیز رو سعی میکنه که در اختیار قرار بده. پیشنهادها خب ساخته شد و پیشنهادها ارائه شد. اینکه من بگم مثلا این بخشش مال من بوده این بخش نبوده خیلی نمیدونم بهش کنم، ولی طبیعتا بعد در این موج تمرین ها و دورخانی ها و بالاخره میتونه حضور شما اینو تقویت بکنه. بله بله، به هر حال انتخاب ها من همیشه عرضم به خیلی وقت حتی با دوستان جوانی که توی کارهای بازیگری با هم دیگه کلاس داریم میگم که هیچ وقت هیچ گروهی با هم تصمیم نمیگن فیلم بد بسازن، بگن بیاین با هم جمع شیم فیلم خیلی پرت و پلا بسازیم. همه تصمیمشون این است که فیلم خوب بسازن. چیزی که باعث میشه که فیلم خوب بشه یا نشه مثلا انتخاب هایی است که این وسط انجام میشه، در پیشنهادها، در حذف ها، در اصلاح ها، در اضافات.
این اتفاقی که باید درست انجام بشه. به هر حال من حالا در طول این 25 سال تونستم برای خودم به یک فرمولی برسم، یه ذره برای خودم فکر می‌کنم مخاطب رو میتونم بشناسم و میتونم بفهمم که آقا این شوخی، این جمله، این درام میتواند برای مخاطب کار کنه یا نه. مثلا یکی از نکته‌های بامزه فیلم اون ادبیات گزارش ورزشیه. بله بله، فوتبال کاملا بعده، اون اصلا در فیلمنامه نیست، یعنی اون کاملا بعدش اضافه شد و نیازش، یعنی احساس شد وقتی که یه تدوین اولیه شد، صحبتی که داشتیم با آقای مکان دیدیم نه یه جاهای حفره‌ای داره و تصمیم گرفتیم که آره همیشه در سطح شهر یه گزارش فوتبالی در حال پخش باشه و این خودش. بعد من دعوت کردم از آقای بهرانی که همینجا لازم ازشون خیلی تشکر کنم، اومدن و خب با همون استعداد محمد بهرانی و آقای عرفان ناصری، بخشی هم آقای عرفان ناصری گفتن، اونی که توی سوپرمارکت داریم میشنویم و دو تا گزارش بله بله، حجم عمدهش آقای بهرانی گفتن، محمد بهرانی گفتن و یه بخشیش هم آقای عرفان ناصری. یه واقعیت هم هست که الان با افتتاح کانال ورزش بعضی شبا میبینیم که از عصری همینجوری فوتبال پشت فوتبال پخش میشه و به طور طبیعی آدم تو شهر که میره مرتب اینا رو بله، یعنی الان مثلا خیلی وقت شده که در این تاکسی های اینترنتی که شما میگیرید ممکنه با یک نفر صبح داشته باشین بعد یه کورسی دیگه هم بعد از ظهر بگیرید، ببینید هم صبح داشته فوتبال گوش میکرد هم بعد از ظهر همچنان داره فوتبال گوش میکرد. این ادبیات ابسورد و عجیب غریب هم که فراغون داریم مرز نداره دیگه، برای هی دارن با هم رقابت میکنن که هی عجیب غریب تر حرف بزنن و هی برای هی خرق عادت بیشتری بکنن. خیلی جا داره برای طنز. بله بله، خیلی 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 برای خیلی ممنون از اینکه لطف کردین. ممنون از شما، خیلی خوشحال شدم. صفحه ما رو در اینستاگرام دنبال کنید.